به نام یاد پروردگار به اندازه مهربان و بخشایشگر سلام عزیزان بعد از چاشتان بخیر امیدوار هستم جور صحت و سلامت باشین و یک روز خوب را آغاز کرده باشین و یک روز عالی همچنان داشته باشین خیلی خوشحال هستم بازم در نیم ساعت از برنامه مهمان خانه شما هیزان شدیم چی خوب از ما را همراهی کنید و تنها نگذارید در برنامه خودتون برنامه رسم زندگی شما هیزان میسانین برنامه رسم زندگی را لایک بکنین کامنت بگذارین صفحه رسمی رسم زندگی را و همچنان منتظر نظریات و دیدگاه تک تک شما حیزان هستیم از طریق 488 4 47 و شما خوبان میتونین نظر به موضوع برنامه به شماره تماس 02212 تماس بگیرین مثل همیشه بازم یک موضوع خیلی مهم و در انتخاب کردیم موضوع امروزی ما برمیگرده بر حوامل خشکی جهان در ماه مبارک رمضان بعضی هم از هموطنانمون شکایت به ازین دارن زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسد رسد خشکی می یا همان گلونشان خشکی می کنند نمی درست صحبت بکنند حرف بزنند تا اینکه بالاخره وقت افتار می تا آب نوش جان بکنند پسی که دلیل در چیز چرا این گونه میشه شود رای حلش در چیز پس چی خوب است با مهمان برنامه ما جناب دکتر صاحب عبدالقاهر قادری که اینا فوق تخصص جراحی جوف دهن هستند در رابطه با این موضوع صحبت میکنن سلام دکتر صاحب خیلی خوش آمدین بعد از چاشتون بخیر مشکورم از شما بسم الله الرحمن الرحیم یا کن و یا کن استعین با کمال درود بر روان متحر سردار کونین نبی مکرم اسلام و با عرض سلام و سمیت حضور همه فریختگان گرامی تشکر سلامت باشین دکتر صاحب خیلی خوش اومدین به برنامه رسم زندگی سلامت باشین دکتر صاحب چی خوب است در نخست دلایل ده خشکی دهن را بدانیم که دلیل در است چور دهن ما خشک میشه سوال بسیار خوب اگر ما یک نگاه جرفتر و فونتیک بکنیم بدون تردید که امروز خوشکی دهان به یک معضل خیلی ها فراگیر مبدل شده که تقریبا خصوصا در ماه مبارک رمضان تعداد کثیری از روزه‌دارای ما از خشکی دهانشان شاکی هستند ببینید شما خوشکی دهان در حقیقت یک فرایندی هست که در اثر کم تراشو شدن همین بزاق دهان البته اتفاق میفته. لعاب دهان یا همان بزاق دهان که ما در طب او صلیفه میگم اهمیت و جایگاه بسازیاد مهم خودش دارد همون بله. اما که خون در بدن ما مهم است بدون شک که لعاب برای جوف دهان ما و برای دندان های ما و همینطور برای سایر سیستم های بدن ما حایز اهمیت است حالا که چه فکتور های در حقیقت می که در ماه مبارک رمضان که یک ماه جلالی و جمالی و یک ماه قرآنی و باستانی و داستانی است در این افراد که منجرب به کاهش لاب میشه فاکتورهای وافر وجود داره که منجرب به خشکی دهان در ماه مبارک رمضان میشه که اولین فاکتور عدم یک رژیم غذایی مناسب است یعنی در زمان افطاری و از طرف غذای شب و همینطور در غذای سحری ما به مقدار کافی مایات را اخذ نمی کنیم و همینطور غذاهایی را البته مصرف میکنیم که این غذاها نمکین هستن، روغنین هستن، غذاهای گوشتین هستن، غذاهایی هستن که هر مقدار هضم اینا در طول روز دشوارتر است و از طرف دیگر ما در رژیم غذایی خود اگر از ترکاری با و میوجات استفاده نکنیم بدون شک در طول روز دهان ما دچار یک خشکی میشه. همینطور یک سلسله فاکتورهای دیگر هم از قبیل اگر ما در ماه مبارک رمضان شبانگاه دواها را خصوصا با های بلند اگر مصرف بکنیم ادویه هم یکی از فاکتورهای دیگه هست که میتونه منجر به خشکی شود و یا یک سلسله فعالیت های جسمانی اگر ما در طول روز انجام بدیم خصوصا در مرز شعای آفتاب هم میتونه منجر به کاهش لابه دهان ما در طول روز شود همینطور اگر خواب درست نداشته باشیم و یا یک سلسله عوامل دیگه ای از قبیل اگر یک سلسله امراض در سیستم های بدن ما باشد یعنی استرس داشته باشیم فشار بلند داشته باشیم یا اینکه افرادی هستند که شکرین هستند یعنی بیماری شکر دارن و یا امراض دیگه در گرده ها باشه و همینطور چاقی باشه و یا کم خونی باشه بیش از حد ما اگر کم وزن باشه اینو فاکتورهایی هایی است که میتونه منجر باشه شود که در طول روز دهان ما خشک شود و خشکی در جوف دهان ما دیده شود فاکتورهای های دیگه هم هست اگر به خود همین غدوات لعابی دوچار یک سلسله امراض باشه و همینطور دوچار التهابات باشه میتونه که جوف دهان ما دوچار خشکی شود و همینطور اگر یک سلسله آسیب بر همین غدوات لعابی و یا عصب های صورت ما اگر به اصطلاح دوچار یک سلسله آسیب ها شوه بدون شک در طول روز ما دوچار خشکی جوف دهان خواه شدیم و این خشکی جوف دهان اگر ما ایر مهار نکنیم از خود ما بدون شک عوارض و عواقب خیلی مدهش را در پای در کل خود داشت بله بسیار خوب دکتر سر قسم شما یاداری کردین بعضی از هموطنان ما هستند که زمین نایحه خیلی رنج میبرند بعضی از هموطنان پیام ارسال کردن و گفتن زمانی که در ماه مبارک رمضان مرغ زمین زمانی که صبح وقت بیدار میشیم یا همون دندانای مون را برس میکنیم این دندان میکنیم صبح وقت پس دوباره بیدار میشیم مصرف کاربار خانه میشیم ما نمیتونیم دهن ما را به درستی باز بکنیم یعنی یک لایحه سفید چسبناک بر سر زبان است دلیل در چیست ببینید شما دلیلی که بوی بد یا در دهان نه. ایجاد میشه یا که از طرف صبح گاه گاه دهان ما خشک میشه این برمیگرده به اینکه ما امور رژیم غذایی رو مراحت نمی نمیکنیم زمانی که سحری یا هم غذای شب را زمانی که ما مصرف میکنیم این غذا روغنی باشه غذایی باشه که چرب باشه غذایی باشه که نمکین باشه غذای یا یک باره ما همون دفعات غذایی را نمی نمیکنیم یعنی ما غذای افطار و غذای شبانه دр یк وаقت مаصرаف مекуنем в ҳамиنطور مایات درست در طول شب نمیگیریم یا ای که غذا میخوریم بلا فاصله خواب میریم وقتی بلا فاصله خواب بریم با میده پر اینجاست که همون عمل کرده میده ماده چهار احساس اختلالات میشه و منجر به میشه که ما از طرف صبح زمانه که بدار میشیم در جوف دهان ما بوی نامد بوی استشمام میشه و همین که خود لعاب دهان ما مقدار کاهش پیدا کرده میباشه و دهان ما چسبناک میباشه برعکس هم فاکتورهای هست دوستای دیگه شکایت دارن که زمان صبح بیدار میشن از خواب از دهانشان لاب خارج میشه که هم برمیگرده به یک سلسله امراض دهانی و امراض سیستمیک مختصن امراض دستگاه هضمی بله شما هزان اگر کدام سوال دارین میخواین پرسش های تان مطرح بکنین پس خوب است مستقیما وصل شوین در برنامه خودتون برنامه رسم زندگی سفر 2220903 پرسش های رو مطرح بکنین جناب دکتر سپن بس پرسش های شما جواب میتن دکتر سپن زمانی که ما از خواب بیدار میشیم یا برمیخیزیم میخیزیم همین آب دهن ما و آب دهن ما تلخ میباشد هر قدر کوشش هم که کنیم یا دهن ما را آب بکنیم باز هم اون تلخی دهن ما گم نمیشه دلیل در چیز چرا گم نمیشه ببینید شما یکی از دلایلی است که ما پرخوری خور میکنیم و زمانی که غذا مصرف میکنیم بلا فاصله خواب میرویم که در حقیقت ما عمل کرده میده ما دوچار یک سلسله اختلالات میشه و هم در کنار زی یک سلسله امراضی که در خود دستگاه هضمی ما هست مختصا اگر ما امراضی در میده داشته باشیم در جگر ما یعنی ترخدان ما و همینطور در پانکراس ما دوچار مشکلاتی باشد و همینطور جوف دهان ما میتونه که بیره های ما اگر دوچار باشه یا یک سلسله فرآیندهای التهابی در خود غدوات لعابی باشه و یا حتی دزگاه تنفسی ما و دچار التحابات باشه بدون شک تاثیر مستقیم روی جوفدهان ما داره و ما سوبنگام خشکی در جوف دهان ما بوی نامدبور در جوف دهان ما و همینطور لعاب چسبنده در جوف دهان ما و همینطور یک مقدار گاگای میشه که افت صدایی را یعنی آواز ما یک مقدار پایین تر میشود را مشاهده میکنیم اینا همه گردد به عدم رژیم غذایی مناسب و یا درست مصرف نکردن همون مواد غذایی و یا اینکه ما از طرف شب درست دندان ها رو هم نمیشه و یک سلسله امراضی که در خطه جوف دهان و در مجاورت های جوف دهان باشه و همینطور یک سلسله امراضی که در سایر دستگاه ها مختصا در دستگاه هضمی هستند بله دکتر صاحب بعض از هم من هستن خیلی از این ماه مبارک رمضان فرا برسد پیش از ماه مبارک رمضان هم چنان دچار این بیماری هستن و خیلی رنج میبرن و به تشویش هستن اینا میرن پیش دکتر بازم دوایی که میگیرن فایده نمیکنن همون بوی بعد که در دهانشان هست باقی میمونه پس روی حلش چیز بالاخره ببینید شما بوی بعد دهان در کل یک معضل خیلی پربحث و پرباری است به دلیل که عوامل خیلی ها وافر و زیاده در حقیقت میتونه که منجر به بوی بددهان و یک بوی نامدبو در خطه دهان و بینی ما شود که در حقیقت کل در کل ما این فاکتورهای با وجود آورنده بوی بد دهان به سه دسته تقسیم میکنیم یکی فاکتورهای بیرونی است اگر ما یک سلسله دخانیات و یا غذاهای نامدبو را استفاده بکنیم بدون شک که در خطه دهان ما یک بوی ناخوش استشمام میشه و همین طور فاکتورهای دیگه فاکتورهای دهانی است اگر مشکلات یا امراضی در, در قسمت دندانهای ما باشد در قسمت بافت پارادان باشه، بیره های ما یک مقدار متورم باشه بیره های ما یک مقدار خونشار باشه التهابات در زبان دیده شود در جوف دهان دیده شود دوچار کاهش لاب دهان باشیم دندان های ما دوچار منگ باشد و یا از پوش و پروتزهای های مصنوعی غیر میاری استفاده بکنیم و یا یک امرازه های دیگری در قسمت مجاورت های دهان ما باشه از قبل در مشکلات ساینوس ها را داشته باشیم مشکلات در گلو و تانسل های ما باشه اینا میتونه که منجر به بوی نامد بوی در طول روز شود فاکتورهای س... کاتگوری سوم فاکتورهای سیستمیک هستند یعنی در طول روز اگر به سر ما مقدار کم مایات بگیریم و یا کم خونی ها داشته باشه مغز عصبی باشه خوب است ادامه صحبت ها رو از میان برنامه خیلی کوتاه ادامه بدیم دوباره خوش آمدید. در ادامه برنامه رسم زندگی قرار داریم شما هزان اگر باز هم میخواین تماس داشته باشین در برنامه چی خوب است به شما تماس سفر بیز دو تماس بگیرین جناب دکتر صرف شما یادواری کردین از لحاب دهن از امین که آب دهن تلخ می باشد یا کسانی که دوچار این بیماری می باشد کرام کارها را باید انجام متفاکتورهای وجود دارد پس بخاطر این که لحاب دهن ما در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا بکنه چی باید کرد کدام لحایی وجود دارد اصل ببینید راها و فکتورهای های وافر وجود داره که ما بتونیم لعاب دهان ما را افزایش بتیم دوچار کاهش لعاب دهان در ماه جلالی و جمالی رمضان نشویم یک از فکتورهایی است که ما رژیم غذایی مناسب داشته باشیم در شبانگاه به مقدار دو تا سه ترمایات مایات باید اغز بکنیم مقدار کافئین را باید کاهش بدیم از دخانیات و مودیدات استفاده نکنیم و همینطور اگر ما ادویه مصرف میکنیم بهتر است که دوز و یا مقدار همین ادویه خود را به مشوره دکتر خود و متخصص ما البته کاهش بدیم و در کنار از ما دوچار یک خواب کافی داشته باشیم از فعالیت های شدید جسمانی خصوصا در مرض شایافتاب که حالا هوا هم گرم است دوری بکنیم اجتناب بکنیم یعنی اون فعالیت های خود را محدود بکنیم در کنار هم اگر ما دوچار یک سلسله امراض دیگه سیستمیک هستیم بهتر است این امراض را ما در این ما کنترل بکنیم و دندان خود را وقتا فوقتا بشویم چون شست و شوی خود دندان ها هم میتونه که جوف دهان ما را مرتوب نگاه بکنه و در کنار این ما از غذاهای نمکین غذاهای روغنین و غذاهایی که هضمشان دشوارتر است در ماه این بارک رمضان باید دوری بکنیم در جای در عوض اونا ما باید از سبزیجات و ترکاری باب خوستن مقدار لیمور مقدار نارنج مقدار دیگه ترکاری باب از قبیل کاهو و نعنا و و همینطور رومی و بادرنگ اینا رو افزایش بتیم و در کل یک رژیم غذایی خوبی داشته باشیم که اینا هم از یک جهت اگر ما این ترکاری باب مصرف بکنیم شبانگاه در طول روز دهان ما هم مدبو می باشه خوشبو می باشه و دهان ما هم دوچار یک کاهش لعاب نمی شه من قبلا نرس کردم اگر دهان ما دوچار کاهش لعاب شد اینجاست که می یک سلسله مشکلات دهانی دندانی و حتی سیستمیک را بر ما با وجود بیاره بله دکتر سه بعضی از افراد اگر این مرض را جدی نگیرن همون تو سطحی تیرش کنن سپری بکنن این مرض را با چه مشکلات رو برو میشه؟ ببینید شما خوشکی دهان ده یگانه معضلی است که اولا میتونه اون اعضایی که در جوف دهان ده را متاثر بکنه یعنی لبهای ما را دوچار خشکی بکنن لبهای ما را دوچار ترک خوردگی بکنن لبها معمولا خونشار میشن لبها دچار سوزش میشن و حتی که خیلیت های یا چلیت ها یا التهاب لبها را به وجود میاره در کنار این در جوف دهان ده ما یک سوزش ها و زخم ها دیده میشه بوی نامدبو در جفت دهان ما پیدا میشه و همینطور خود زبان ما دچار التحاب میشه حتی اینکه حس چشایی یا حس زائقه ما یک مقدار دچار مشکل میشه ما دیگر طعم غذاها را درست نمیتونیم احساس بکنیم و در کنار این دندان های ما یک مقدار ضعیف میشن چون وظیفه یک از وظایف لاب دهانی است که وظیفه غذادهی است وظیفه محافظتی است و همین دندان های ما زودتر دچار دو بیماری های دندانی مختصا کریس های دندانی میشه و همینطور در دندان های ما منگ رسوب میکنه که ما شما میداریم که منگ به مسابقه مرگ دندان است و مادر کلیه امراض جوف دهن و دندان در خطه دهان ما همین منگ دندان ها است التحاب بیره ها را با وجود میارد و همینطور یک مقدار صدای ما میوفتن در حقیقت هم تکلم ما دوچار اختلالات میشه بلعیدن و فرو بردن غذای ما دوچار مشکلات میشه هضم غذای ما بر هم میخوره یعنی در یک نقطه اگر عرض بکنم همین عوارض یا عواقب جانبی خشکی دهان میتونه دهانی باشه دندانی باشه و حتی عوارض سیستمیک را میتونه به وجود بیاره بهتر است که ما همون فاکتورهای با وجود آورنده درک بکنیم تشخیص بکنیم و از خود ما مهار بکنیم چون سهتمندی دهن و دندان سهتمندی همه بدن است بله دقیقا سهتمندی ما در وجود خودمان است ای که ما چکونه میتوانیم ما را سهتمند نگاه بکنیم بس چه خوب است متوجه دندان های ما باشیم متوجه غذایی که استفاده میکنیم باشیم دکتر سوی بعضی از افراد هستند دوچار مریضی دیابت یا شکر هستند بله. به که در ماه مبارک رمضان دهنشان همون, همون گونه خشک میشن و ده، لحاب دهنشان تلخ میشه و بعد از اینکه در ماه مبارک رمضان حتی روزه گرفتن نمیتونن با وجود ازی هم بازم دهنشون تلخ میباشه و لحاب دهنشون همون گونه زیاد میشه پس بخاطر این که لحاب دهنشون به طور کلی از بین بره یعنی دهنشون بوی بد نده چی باید کرد ببینید افراد هایی که امراض سیستمیک دارن یک از افراد افرادی هستند که در دستگاه اندوکرینیشن مشکلاتی رو دارن یعنی بیماری شکر دارن جاگر دارن و ساری امراض دیگه حتی امراض قلبی و کسایی که مشکل فشار بلند دارن و یا ای که افرادی هستند مشکلات گرده دارن عدم کفای گرده دارن و یا یک سلسله امراض های دیگر در دستگاه هضمی دارن و همینطور در دستگاه تنفسی شان دارن بیش از حد شاق هستند یا برعکس کم خون هستن. وزنشان بسیار کم هست یا بانوان و خاتونانی که در پروسه حمل هستند یعنی آبستن هستند حمل دارند اینا حالت های مختصی است که در جوف دهان اینا لاب کاهش پیدا میکنه و البته اینا برای اینا ما های ویژه داریم که اینا وقتا فقط باید دندان ها رو بشویند از موت ها یا دهان های مختص اینا باید استفاده بکنن مقدار مایه، مصرف مایات خود اینا بیشتر بکنن و یک رژیم غذایی داشته باشن که رژیم غذایی در حقیقت غذاهای روغنین و نمکین را اینا مصرف نکنند و در کنار ای اینا هر سه ماه بعد به کلینیک ها و مطب دهان و دندان مراجعت بکنن تا از سلامتی جفت دهان و دندانشان مطمئن شوند چون آه افرادی که دچار مشکلات سیستمیک هستند بدون شک که هایشان و جوف دهانشان زودتر دچار یک سلسله مشکلات ها و اختلاطات میشه از همین جهت اینا زیر نظارت جدی و ویژه در کل جوف دهانشان داشته باشه چون مشکلات دهان میتونه مشکلات همه بدن را در کل به وجود بیاره بله بسیار خوب دکتر صاحب بعضی از داروها هستن خوشبوی کننده ده دهان هستن بله. یک نوع اسپری هست در دهانت فشار میتی و دهان تا بله. بله میکنه یا یک نوع ساجق اسکورمی جوی دهان تا به چند دقیقه خوش میکنه این چقدر میتونه که ما را از بوی نامدبوی یا بد کنار بماند و همون دهن ما را خوش بو ببینید شما خوب حالا اگر ما تداوی های آنی و یا فوری را یا و مقتعی را که در حقیقت شیوه درست تداوی هم نیست او استفاده کردن از خوشبوی های دهانی برای مهار کردن بوی بد دهانشان و همینطور از دهان شویه های مدبو از یک سلسله ساجق ها و سایر و یا حتی کریم های دندانی هستن که دهان را مدبو نگاه میکنه اینا تداوی حساسی نیستن بهتر است که ما دنبال ای باشیم که عامل چی هست و آ... کدام عامل و کدام فاکتور منجر به بوی بد دهان ما شده کدام فاکتور منجر به کاهش لعاب در دهان ما شده ما اگر اون فاکتور را دریافت بکنیم و ما از خود م... در حقیقت فاکتور خطرزار رو مهار بکنیم بدون شک یک دهان دندان سالم خواهد داشته چگونه میتونیم همین رو پیدا بکنیم دکتر ببینید شما هر انسان در حقیقت طبیب خودش هست مثلا یک کسی که در طول روز لاب دهانش کاهش پیدا میکنه یا دهانش بوی نامد بو حالا قبلا نداشته حالا پیدا کرده بهتر است که به یک از مطب ها مراجعه بکنند زمانی که در کلینیک مراجعه میکنند ما یک تاریخچه از اینا میگیریم قبل از اینکه ما تاریخچه بگیریم بعد از اینکه تاریخچه میگیریم ما جوف دهان اینا رو ماینه میکنیم میبینیم که مشکلات در کجا هست آیا دندان هاشون دچار اختلالات است یا جوف دهانشان لب هایشان خود در حقیقت غدوات و یا یک سلسله آزیب ها داره یا کدام مرض دیگر سیستمیکی دارن و یا ای که رژیم غذاییشان نامناسب است زمانی که ما فاکتور رو دریافت کردیم برای مریض خود توصیه میکنیم که مشکل اساسی بوی بعد دهان شما منگه دندان است حالا یا ای که کمبود لعاب دهان است یا ای که رژیم غذایی نامناسب دارن یا ای که امراض میده و گرده و استرس و کمخونی یا در طول شب و روز شما مثلا مایات مصرف نمیکنین اما توصیه های لازم برایشان میکنیم و اونا همون فاکتور مد نظر میگیرن و از خودشان مهار میکنن بدون شک یک دهان و دندان سالم در آینده داشته باشن بله کسانی که دوچار این مرزی هستن یعنی لواب دهنشان بوی بد میته دندان هایشان من گرفته و بالاخره دوچار دندون دردی میشه آی دکتر صاحب آی رای حل است که دندون خود را بکشن یا کدام رای دیگر هم وجود داره ببینید در طب معاصر و امروزه خوشبختانه هرگز اصطلاحی که یا مقوله که میگفتن درد دندان رایش کشیدن دندان است اصلا جایی نداره دیگه این یک نظریه غیر علمی و غیر معقول است یک دندان به نظر ما یک زندگی هست یک دندان یک ارزش از جسم ما را در حقیقت میکاه و هیچ چیزی دیگری نمیتونه که جاوزین های ما شود ببینید ما در طب در علم امپلانتالوژی با در ایوازی که ما یک دندان ما از دست میره یک دندان رو به نسبه رو هر فکتوری که میکشیم ایمپلنت میگذاریم که بیاک پول خیلی ها گذاف است و همطور یک پروسیجر تقریبا میتونیم که دشوارتری باشه مریض ناراحت میشه اما باز هم همو ایمپلنت ها یا دندان های مصنوعی را که ما میگذاریم باز هم دندان طبیعی ما شده نمیتونه پس ما میخوام به او کسایی که به باور هستن که درد دندان کشیدن دندان ها میگم یک دندان یک زندگی بله دقیقا بدون دندان نمیتون زندگی کرد چون همین دندان است که ما میتونیم زندگی من را هدامه بتویم چون نمود در دهن در دندان است و های عزیز خب دکتر سایب امی بوی نامدبوی بوی و بوی بد اصلا چند سالگی شروع میشه؟ ببینید زمان مشخص ما نمیتونیم برای ب... به صلاح محدود بکنیم تحقیقاتی که من شخصا در این مورد و تجربه که من شخصا در این مورد دارم ای است که بوی نامدبو میتونه حتی از روزای اولین تولد ما ایجاد شود یعنی کودک زمانی که به وجود میاد میتونه که بوی ناخوش در دهانشان استشمام شود به خاطر این که امو دفاعات شیری که مادر برشان میتن اگر در لابلای زبان در خود بین کومه ها و بیره ها و اینجا گیر بکنه ای است که منجر به یک سلسله اختلالات میشه یا هم کودکا و اطفال حتی اطفال که به صلاح حالات ماهای اولین زندگیشان تجربه میکنه میتونه که دچار یک سلسله امراض سیستمی که خصوصا در دستگاه هضمی شون و یا حتی پوزیشن های خوابشان اگر نادرست باشه اینجا میتونه که بوی نامطبوع در جوف دهانشان استشمام شوه از این خاطر ما توصیه میکنیم که هر دفعه که به ما شیر می شیر میتن به اطفالشان بهتر است که با یک تمپان استریل و بیرهایشان از زبانشان و پاک بکنه و اجازه نتن که در حقیقت در جوف دوانشان باکتری ها فعال شوند و تکثیر بکنند و منجر به بوی بد دهان شود و ای که اگر کودکشان دچار یک سلسله کولیک ها و یا دیگر مشکلات در اما و میده شان میشه بهتر است که نزدیک نزدیکترین کلینیک اینا مراجعه بکنن و مشوره متخصصین اطفال در این قسمت عغز بکنن و همون بوی بد دهان کودکشان مهار بکنه یعنی ما را میخوام در جواب سوال شما بگویم که بوی بد دهان از کودکی میتونه یعنی از زمان تولد لا مرگ میتونه که در جوف دهان قابل استشمام هست و همچنان قابل مهار و قابل تداوی هم هست بله دکتر صاحب بیچاره است کسانی که دچار از این مرضی هستن اگر بوی که تداوی هم کردن خب تداوی هم چنان کردن یعنی دهن خود را میشوین خود را برس میکنن بالاخره از همچنان دواهایی که دکتر برشان پیشنهاد کرده یا شون استفاده میکنن اما باز هم زمانی که نزدیکشون بیشینی یک بوی بد از دهانشون برمیه یعنی اسم میکنی چرا دلیل در چرا همین گونه که متدوی من را پیش میبریم چرا خوب نمیشه؟ ببینید شما میخوام قبل از اینکه پاسخ شما رو بهتون انواع بوی بعد تشریح بکنم انواع وافری داره که در حقیقت میتونه امین بوی بد دهان استشمام شود اگر یک سلسله مشکلات دهانی باشد یک بوی ناخوش در جوف دهان استشمام میشه اگر از علل های سیستمیک داشته باشه مثلا بوی بد میده و ما میتونه بوی تان باشد و حتی اگر در اثر همین بوی بد در اثر امراض گرده به وجود آمده باشه اینجاست که حتی بوی پیشاب مانند یا ادرار مانند از جف دهان مریض استشمام میشه چرا که گاگای تداوی میکنن دوستای ما و دو دوباره هم دوچار همون بوی بد دهان میباشن در حقیقت این شیوه ها و تاکتیک های توابت را ما نادرست میدانم و ما در حقیقت ما ایره میخوام بگم که در حقیقت ما علت همون رو دریافت نکردیم اگر ما علت را دریافت بکنیم و علت را و عامل را مهار بکنیم اینجاست که ما در حقیقت بوی بد دهان را تداوی میکنیم و خوشبختانه ما و ایره به صراحت میگم که تجربه که ما در بسیاری از کشورهای جهان دارم بوده که بوی بد دهان در همه جهان قابل تداوی هست و خوشبختانه یک معضل نیست که ایر ما بتانیم که قابل تداوی نباشه خوشبختانه قابل مهار و قابل تداوی هست تشکر سلامت باشین سپاسگزار از این که در برنامه تشریف آوردین مشکورم از شما تشکر از شما هزینه که تو این لحظه مرهم را روی کردین و تنها نگذاشتین این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم تا بعد